خیلی خوب اینجا هم یه مثال گفته گفته آقا جان 122 متر سیم مسی داریم به سطح مقطع 4 میلی متر مربع چند او مقاومت الکتریکی ای ایجاد میکنه؟ خیلی ساده است خیلی ساده است شما میتونی بیا بگی R مساوی با L تقسیم بره کاپا A L داده چقدر؟ داده 122 متر اوکی کاپا را داده چقدر؟ 56 سطح مقطع چقدره؟ 4 پس 56 زد در 4 میشه 224 112 تقسیم بر 224 میشه حدودا یک دوم اهم یا نیم اهم اوکی حالا یه جمله جوندار میخوام بهت بگم خوب دقت کن بذار من تخته رو پاک کنم همین دو تا سیمی که من اومدم الان مقاومت چه حساب کردم همین دو تا سیم مسی که من اومدم در واقع سیم مسی سطح مقطع 1.5 میلی متر مربع و سیم مسی سطح مقطع 6 میلی متر مربع درسته جفتش مگه 100 متر نبود چرا های فرادی جفتش 100 متر بود میخوام الان با رابطه ببینیم آقا این مقاومت هایی که ما به دست آوردیم این دو و سده همه اهم و این سده همه اهم درست بود یا نه صورت سوال رو نگاه کن من اومدم توی عمل واقعیت نویسم واقعیت یا تست عملی اومدم چکار کردم اومدم یه سیم برداشتم سیم با سطح مقطع 6 میلیمتر مربع درسته؟ بیا و طول 100 متر عزیزان توی عمل به من چه مقاومتی داد؟ سه دهم ده اوم درسته؟ خیلی از طرفی اومدم تو باز فضای واقعیت یه تست عملی زدم یه دونه سیم با سطح مقطع یک و نیم میلیمتر مربع درسته؟ و طول اینجا میرسم سطح وقتن سطح و وقته نیم میلی متر مربع بود طولش چقدر بود؟ 100 متر درسته؟ کاملا مقاومتی که به داد چقدر بود؟ حدود دو ممیز سه ده همه او. حالا میخوام ببینیم اینا درستن یا نه؟ موافقی؟ خیلی گفتیم که چی؟ گفتیم که آر مساویه با L تقسیم بر کاپا آ برای مس مقاومت سیم مسی سی یو. سی یو یعنی مس اوکی میخوایم حساب کتاب بکنیم میگیم آرا میخوایم دیگه مقاومت رو میخوایم دیگه میخوایم ببینیم آیا مقاومت تئوری با عملی میخونه یا نه ها طولمون چقدر بود 100 متر درسته کاملا کاپای مس چقدره گفتیم 56 از کجا آوردیم گفتیم توی جداول مربوطه به فلزات مقاومت مخصوص و هدایت مخصوص رو به ما میدن کافیه بیام توی فرمول جاگذاری کنیم سطح مقطع چقدر بود؟ مثلا برای این یکی 6 میلیمتر درسته؟ ضرب در 6 ضرب میکنم ماشین حساب ضرب میکنم شما ببینید ماشین حساب اجازه بدید من بیارم خیلی خوب بیام اینجا این ماشین حساب یه خوردم پاکش کنم که دقت کن عزیز جان اول کار 56 ضرب در 6 میکنم 56 مشخصه ضرب در 6 چقدر میشه میشه 333 درسته یه بار ببینید آفرین 336 56 رو دبدل 6 کردیم می نویسم اینجا بچه چون میخوام شما هم ببینین خودتون ضرب و تقسیم یه وقت باشین حساب دم دستتون نباشه من می نویسم 336 درسته؟ یه بارم اینجا خودم ضرب میکنم 56 ضرب داره 6 بله 336 حالا 100 رو تقسیم هست 336 میکنم چقدر؟ 29 صدوم او گرفتی؟ تو عمل چقدر به دست آوردی؟ سه دفعه تو تئوری چقدر به دست آوردیم؟ 330 در واقع 29 یعنی تقریبا یک صدم اختلاف اون اصلا قابل اغماز چیزی یعنی اینم 3 دهمه ده جفتش 3 دهم ده می‌بینی حالا یه فوت کوزگری هم بهت میگم دقت کن میان برای این یکی سطح مقطع چقدر مجدد می‌نویسم آر مساوی با سطح مقطع چقدره 1.5 میلی متر مربع 56 زب در 1.5 میلی متر مربع درسته پولش چقدره؟ 100 متر پس میام دوباره با ماشه حساب حساب میکنم میگم 56 زب در یک کنیم دیگه اینو بتون نشونه میدونم خودتون ضرب کنید 56 زب در یک کنیم میشه چقدر؟ میشه 84 درسته؟ بزر فارسی همه رو بنویسم 84 100 تقسیم بر 84 میکنم 100 تقسیم بر 84 میشه یک ممیز 19 اوکی خب یه باگ اینجا ما داریم بچا من مقاومت عملی در واقع مربوط به سیم قرمز رو اشتباه نوشتم دیگه یه بار دیگه میگیرم ببینم چقدره قطعا دو و سه دهم نیست قطعا کمتره یه بار دیگه میگیرمش اجازه بدید من یه بار بگیرم چون با سیم آلومینیومی اشتباه شده بذار یه بار بگیرم این همون سیم مسی است تو فضای عمل ها میذارمش دو سر مس عددش خاطرم رفت بیام اینجا و بذارمش روی حالت تست او بله یک ممیز شیش هم میبینی؟ مشخصه؟ دو و سه ده هم نبوده من اشتباه نوشتم تصویر رو به من بدین لطفا مشخصه بچه‌ها؟ آفرین یک ممیز چهار هم اوکی؟ خیلی قشنگی ها بیا پس من این رو اصلاح میکنم فضای عملی رو اشتباه نوشته بودیم یک ممیز چهار هم بوده من از خاطرم رفته بود پس توی در واقع واقعیت به دست نوردم یک ممایز چارده هم. توی تئوری چقدر به دست نوردم یک ممایز نوزده صدام یه مقداری اختلاف بیشتر شد بچه ها میتونه به خاطر جنس سیم باشه ها دقت کن به این موضوع میتونه به خاطر جنس سیم باشه ها به خاطر همینه من رفتم توی کارخونه جالب اینو باید بگم سیم مقطع چهار یعنی فرض کن کابل چهار در چهار یعنی چهار تا یه کابلی که چهار تا رشته سیم داخلشه هر کدوم از این سیما سطح مقطعشون چهار میلیمتر مربعه خب بچه خدا میدونه سیزده هامپر من از این کابل عبور دادم سیمی که طولش چهار متر پنج متر شاید بود شاید کمتر در واقع سیزده هامپر عبور دادم کابل آتیش گرفت سیم چهار مقطع چهار خیلی بیشتر از اینا میتونه جریان بکشه حالا اینکه چقدر میکشه رو من نمیگم چون گیج میشی میریم ان می شاءالله های بالاتر راجبش صحبت میکنیم و کامل یه فصل به کابلا داریم ولی میخوام اینو بهت بگم میخوام بگم سیم مقطع 4 با 13 آمپر آتیش گرفت یعنی مسی هم بود سیمه مسی بود جنس خیلی مهمه ممکنه مقدار مسی که داخل این سیمه کمتر از حد معمول باشه گرفتی موضوع ها. به خاطر همینه فضای عمل و فضای تئوری ممکنه متفاوت باشه یکی از روش های تست میتونه این باشه اوکی یکی از روش های تست میتونه این باشه خیلی خوب پس اومدیم تئوری مقاومت ها رو بررسی کردیم عملی هم مقاومت ها رو بررسی کردیم دیدیم تقریبا شبیه هم با یه درصدی یه دهم ده دو دهم ده اهم تلورانس اگه خیلی اختلاف داشتن باید یه جا شک کنیم و تئوریه داره درست میگه اگه یه جا اختلاف داشتن اصطلاحا دیگه دیدیم خیلی داره با هم دیگه یه جورایی مثل روز و شب اختلاف دارن دیگه باید شک کنیم به جنس سیممونا به ناخالصیاش باید شک بکنیم و. ولی الان دیدیم که تقریبا با هم دیگه چی هم؟ یه جورای عمل و تئوری با هم میخونه بیا تو تصویر خیلی خوب پس اینا با هم کامل کار کرده بریم جلوتر باز اینجا یه سوال دیگه مطرح شده بچا این سوالا میتونه توی امتحان برق صنعتیتون برای اینکه مدرک خدمتتون ارائه بدیم بیاد چون اینا فوق العاده مهمه ما هم قطعا ازش سوال طرح میکنیم بنابراین خواهشان اینها رو کامل کامل جوندار یاد بگیرید برای ساختنه. مقاومت الکتریکی 10 اوم چند متر سیم با سطح مقطعی 1.5 میلیمتر مربع لازمه کافیه بیای بگی R مساوی با L تقسیم بر کاپا A کاپای آلومینیوم چقدر عزیزان 35 درسته خیلی خوب الش چقدره نمیدونم ال مجهوله میخوامش پس ال سر جاش مینویسم میگم آرم میخوام 10 اوم بشه پس 10 میارم اینجا میذارم مساوی با چون آر رو دارم دیگه آرو رو از کشیدم اینجا کشیدم آوردم اینجا نوشتم 10 مساوی با ال چقدره میخوامش ندارمش تقسیم بر کاپای آلومینیوم چقدره 35 زب در سطح مقطعش هم 1.5 میلی متر مربع به راحتی با یه ضرب و تقسیم ساده متوجه میشم که اگر طول کابل این 525 متر باشه عملا کابل آلومینیومی با سطح مقطعه 1.5 میلیمتر مربع برای من مقاومت 10 اهم را میسازه و این نکته فوق العاده مهمه به خاطر همینه که وقتی میخوایی کابل کشی بکنید توی کارخونه، سیم کشی بکنید توی کارخونه، خیلی اینجا مهم میشه مقاومت سیم. گفتم وقتی جلوتر بریم، بیشتر این موضوع درکش میکنید. بریم جلو.